با شما هستیم، صبحتان بخیر و مهماندار هستیم. آقای محمد عباس میهنیار و آقای عبدالله نوری با ما هستن که ایشان دانشجوی سال چهارم دانشکده شریعت دانشگاه کابل هستن و در مورد رقابت‌های ملی محکمه تمثیلی بیشتر صحبت ها را با اینا می داشته باشیم و شما هم ما را همراه باشین و تنها نگذارین. سلام، صبحتان بخیر. بسیار زیاد خوشم. علیکم السلام. صبح شما بخیر. سلام، صبح هر دوی شما بخیر. خوش اومدین. علیکم السلام. تشکر بسیار زیاد. خب ما اختیار بعد از خودتان، ما پرسش هم میپرسیم، هر کدومتون خواستین میتونید جواب بدین. میخوایم در مورد رقابت ها بیشتر از خودتان بشنویم، از اینکه چند مرحله داشت و چگونه یک رقابت بود میان چند دانشگاه بود و مشنویم، هر کدومتون خواسته باشین، اختیار بعد از خودتان است. حالا سلام گرم و گرمی نفس های خورشید خدمت شما و خدمت عزیزانی که همین اکنون میزبان صدا و سیمای من و شما از دریچه برنامه زیبای صبح خورشید هستند. رجامند هستم که این روز را با گرمی اراده و نشاط آغازگر باشند. رقابت ملی محکمه تمثیلی حقوق بشر تقریبا 3 ماه قبل توسط نهاد حامیان ارزش های حقوق بشر در سطح ملی برگزار شد که 9 تیم از 8 دانشگاه اشتراک داشتند. ابتدا از نخبه های دانشگاه ها با امتحان گفتاری و نوشتاری دانشجویان انتخاب شدند و تیم‌ها به رقابت پرداختند که از طرف نهاد 1 مربی به هر تیم انتخاب شد و این مربی در قسمت چالش‌هایی که فراراه تیم‌ها قرار می‌گرفت با تیم‌ها همکاری می‌کردند و روی قضیه فرضی که قضیه فرضیش اطفال بی سرنوشت بازاری بود کار کردند و میموریالی را در قالب صورت دعوا و دفاعیت ترتیب دادن، بعد از او وارد مرحله شفایی شدن که فرایند مرحله شفایی این رقابت ها هم در 3 وهله شکل گرفت. ابتدا مرحله مقدماتی بود که هر تیم به مسافه 4 تیم میرفت و رقابت میکرد که از میان در مرحله وهله مقدماتی تیم هایی که بلندترین امتیازات را داشتند 4 تیم به مرحله نیمه هایی را پیدا کرد که بعد این 4 تیم بین خود رقابت کردند و 2 تیم در به مرحله و وهله نهایی را پیدا کردند که در وهله نهایی خوشبختانه با کمال خرسندی و مسرت تیم دانشکده شریعت دانشگاه کابل توانست مقام قهرمانی را از آن خود کنه. بسیار عالی، تبریکتون باشه. اما قبل از اینکه بپردازیم بیشتر با موفقیت شما آقای میهنیار، میشه در مورد هدف اصلی از ایجاد این رقابت ها در چی بود بیشتر بپردازیم؟ درود و مهر خدمت شما و همکار عزیزتان و بیننده که همین الان ما را از دریچه برنامه زیبای شما بیننده هستند. هدف کلی از محاکم تمثیلی همانند که 15 دانشکده انجینری و طب لابراتوارها دارند، لابراتوارهای عملی برای محصلینشان که اونا میان در این زمینه کار میکنن، قسمی که تیوریتیکلی درس خواندن اونا رو میان در ساحه عمل پیاده میکنن. ما همانند امی حوزه حقوق محاکم تمثیلی را ایجاد کردن که محصلینشان زمانی که میان در ساحه تیوریتیکلی میخوانن بعد میان در ساحه عملی همون دروس که نظری خواندن میان به شکل عملی پیاده میکنن در محاکم تمثیلی. بسیار خوب آقای میهنیار، شما معلومات خیلی خوب را ارائه کردین. خب میخوایم در مورد همه تندیس از شما بشنویم، چون نوشته هم است که دوره نخست دوره مسابقات باز این ادامه می داشته باشه یا خیر یا یک دوره که برگزار میشه تمام. محاکم تمثیلی در افغانستان هر محکمه ایجاد میشه به انگیزه یک محکمه است در اصل وجود نمی داشته باشه و انگیزه ایجاد شده که محاکم به میان بیاید به وجود بیاید. به او دلیل محکمه حقوق بشر اولین دورش بود، نخستین دور برگزارش بود. خب میتونه که یعنی همون ظرفیت رو دیگه هم خوبتر بهتر بسازه، همچون مسابقات که حالا میباشه بخواد اگر تمثیلی هم باشه میتونه آمادگی عام و تام داشته باشن. مشنیم به خاطر ارتقای ظرفیت دانشجویان چقدر تاثیرات مثبت خود داره. دقیقا در کل دروسی که در 8 سمستر و 4 سالی که میخوانیم اینجا آمدیم همه اونا رو در عمل پیاده کردیم. ما چگونه میتونیم یک میموریال یا دفاعی از صورت دعوا بنویسیم که خوشبختانه میموریال پنتون کابل دانشگاه کابل در تاپ 3 آمدن، در 3 بهترین مقام 2 مسخط کردن، تندیسشم حضور داره اینجا. به این شکل ما میتونیم وکیل مدافع خوبتر و سرانوال خوبتر در آینده ها
قبل از اینکه ما استاجها را پاس کنیم میایم به شکل عملی در محاکم تمثیلی میاموزیم که ما چیگونه بیاییم و بتانیم یک سرانوال خوب و یک وکیل مدافع خوب در آینده ها باشیم. انشالله. بدون شک زمانی که در دانشگاه هستیم همون درس هایی که عملی کار میشه بیشتر ذهن نشین میشه. میشه در مورد این هم که تجربیات خوبی را که کسب کردین از این دور رقابت های ملی رقابت محاکم بیشتر از شما آقای نوری بشنویم و همچنان در بین پنتون هایی که شما گفتین 8 پنتونی که رقابت داشتین پنتون های شخصی و دولتی بود یا خیر؟ تشکر. پنتون ها دانشگاه های هم خصوصی بود هم دولتی و در قسمت مزایای از این برنامه باید گفت که امروزه ما در کشوری زندگی میکنیم که کشور جهان سومی هست و شبه شوم جهان سوم بیدم در هر گوشش ملموس و محسوس است. به این خاطر اگر خورشید و امید از هر روزنه میل تابیدن دارد باید استقبال صورت بگیره. چنانچه که بیدل میگه در بیابانی که ما راه طلب گم کرده ایم کرم شبتابی اگر در جلوه آیت کوکب است، یا به قول حضرت موسی این نیل ما انزلتا الی یمین خیر فقیر، بر هر خیری که برای ما فرستاده میشه ما سخت نیازمند هستیم، خصوصا در حوزه اکادمیک. یگانه تجربه که گرفتم مزیتی که از این رقابت ها گرفتیم توانستیم قالب های استعدادی خود را در هیکل وکیل مدافع، در هیکل سارنوال، در هیکل قاضی که میتونیم داینده در کدام هیکل خوبتر ظاهر شویم و استعداد ما به کدام هیکل خانش بهتر داره، ما تونستیم این مزیت را پیدا کنیم و استعداد خود را در اون قالبش بیافیم. بسیار خوب. این واقعا که میتونه خیلی کمک کنه دانشجویان عزیزه. خب آقای میهنیان میخوام یک چیز بپرسم که خیلی مهم است در جوانای فعلی. بعضیایی که دانشگاه نمیرن و میگن که من دانشجو هستم، این چقدر میتونه بالای روح روان دیگرا تاثیر بگذاره که زمانی که سمستر آخر میشه، یعنی مکمل 4 سال اینا تمام میکنن و یک دیپلم بعد دست میگیرن، پس فرق اینا با آنهایی که اینقدر زحمت میکشن، تلاش میکنن، میخواین واقعا در جامعه خدمت کنن، چقدر فرق میداشته باشه و چقدر بالای روح روان کسان که زحمت میکشه تاثیر منفی خود میذاره؟ تشکر بسیار زیاد. یک نکته که میخوایم صیقل بزنم این است که کسانی که واقعا دانشجو هستن فعلا اینجا حضور دارند و در چنین مواقع چنین به چنین شکل از خود طرف دانشگاه و از طرف وزارت خود تحصیلات عالی اونا چنین تقدیر میشن. چنین چیزی دانشجو گفتن آسان است اما ثابت کردن مشکل تر، چون من فکر میکنم در افغانستان درست از دیپلم بس آوردن آسان است اما تلاش کردن. جوانای فعلی بعضی هایشان این گونه است که میگن حالا اگر من در یک سمت هستم نمیتونم دانشگاه برم چون من را همه گی مشناسن، پس چی خوبتر است که همون دیپلوم شا بگیرم و بتانم که خود یک دانشجو جلوه بتم که میتونه خیلی تاثیرات منفی خود بگذاره هم به جامعه هم بالای خودم اون فرد که زمان که در یک مقام منزلت قرار میگیره نمیتونه که موفقانه از خوب عبور کنه یا بتانه که موفقانه پیش بره. دقیقا اونا تاثیرات خود در جامعه خواهند داشت در آینده ها. البته قسمی که شما قبلا تذکر دادین نکات منفیشون بیشتر خواهد بود چون اونا نخواندن، ندیدن، بلدیت ندارن، به اون شکل که باید اونا خدمت مصدر خدمت در جامعه واقع شوند نمیتونن و بارکچ به منزل نمیرسن. بله شاید صعود کنن ولی خیلی موقتی. شما موفق باشه. خب میشه در مورد حضور بانوان هم بگوین و سطح برگزاری رقابت ها که شما همون ظرفیت هایی را که در نظر گرفته بودین و همچنان حضور بانوان در این رقابت ها چگونه بود؟ میشه شما آقای نوری بشنویم. تشکر. خوشبختانه باید بگویم از تیم دانشکده شریعت 7 نفر تشکیل یافته بود، هستیش از 7 نفر هستی پذیرفته بود که 4 تن از یا بانوان بودن که ما در کنار ما زحمت کشیدیم، بانوانی که در تیم ما بودن شبانه روز زحمت کشیدن و این موفقیت ها را به دست آوردیم و خود قضیه فرضی که گذاشته شده بود یک بخشش از یه تازار دختر خانم ها بود که از نظر قانون میخواستیم به این مسئله پرداخته شد و چالش های... بله بله خیابان آزاری بود. چالش هایی که فراراه تطبیق قانون من خشونت علیه زن و قانون از یه تازار دختر خانم ها در خیابان ها وجود داره، این چالش ها را چگونه میتونیم راه حل و یه ها پیدا کنیم، کلن مواردش این می بود. پس میتونیم گفته در این محاکم قضایای بانوان هم محوری بود و چالش هایی که فرارایش وجود داره گزینه های خوبی
پیدا شده به خاطر راه حل هایی که بعداً با ارگان های زیر ربط پیشنهاد شود از طرف دستگاه برگزار کننده این رقابت. خب آقای مهنیان، مشنیم از شما در مورد از اینکه این مسابقات ادامه می داشته باشه یا همین یک دوریش که بود تمام؟ نه خیر، این برنامه ها سالانه محاکم تمثیلی مین سالانه یک رقابت به سطح ملی بین دانشگاه ها برگزار میکنن و سالانه یک قهرمان خواهیم داشت. امیدوار هستم سال بعد دانشگاه کابل قهرمان شد. انشالله واقعا که بهترین نخبگان در همین دانشگاه کابل هست و ما همیشه می داشته باشیم شان، حرفای خیلی قشنگ شان می داشته باشیم با این همه مشکلاتی که جوانا حالا را پیدا کردن. خب در یک دانشگاه خصوصی را پیدا کردن فکر میکنم خیلی آسان تر است، اما اگر یک جوانی که میخواد تلاش زیاد داشته باشه و واقعا درس خوانه است را پیدا میکنه به دانشگاه کابل و به مدلی است که همینقدر دستاورد خیلی زیاد مثل شما می داشته باشه و ما خرسان هستیم از اینکه شما را در کنار خود داریم. میخواد در سطح برگزاری این مسابقات هم از شما بشنوید. لطف تان است. برعکس ما قسم شاهد بودیم سر پنتون کابل فشار شخصا خودم بسیار زیاد بود نظر به پانتونای شخصی، به دلیلی که ما نمایندگی از یک کتله بزرگ جامعه و یک پانتونی که به نام مادر پانتون است، ما آمدیم مسئولیتش به عهده گرفته بودیم و پیش می بردیم، واقعا بار سنگینی بود و فشار و استرس بیشتر بود بالای ما، چون ما قرار نبود که ما باید حذف نشیم، باید قهرمان شویم. به او دلیل پانتون کابل دقیقا تاثیر خود را بسیار زیاد داشت و برعکس رو به خود بالای پانتونای شخصی داشت. پانتونای شخصی همواره به این فکر بودن که چون پانتون کابل است همواره وقتی که ما در مقابلشان قرار میگیرتیم 1-0 پیش بودیم. بسیار خوب. خب امیل لحظه هموطنان ما هم که در ولایات هستن تماشا میکنن برنامه را، اگر بخواین پانتون هایی که در ولایات هم هستن سایر ولایات اگر بخواین که در دور دوم رقابت ها اشتراک داشته باشن، بیشتر تصمیم هست که با اونا هم مشترکاً رقابت را داشته باشین دور دوم را یا خیر؟ حتما حتما ما مایل هستیم به اینکه هر آن اندازه‌ای که رقابت بزرگتر شود و جالبتر و جذابتر میشه و به هر آن اندازه که استعدادهای بیشتری در اینجا را پیدا کنه به اون اندازه ما برای ما چالش برانگیز میشه و این چالش هاست که ما را میسازه. در دور قبل تقریبا حدود 53 رقابت کننده بودن که در این میان اینا 16 پسر بود، طبقی دختر خانم ها بود خوشبختانه. حتی به اندازه که نکته که قابل شایان ذکر است نوری صاحب قبلا هم تذکر دادن، رهبر تیم ما یک رهبر قهار یک دختر خانم بونو نوین سعید بودن که جای خوشبختی است. واقعا جای خیلی خرسندی هست. خب آقای نوری به عنوان آخرین پرسش میخوام اینو بپرسیم از شما که تصمیم گیرنده کی هست زمانی که رقابتی که برگزار میشه یا رقابتی که میباشه مهم است؟ کسانی تصمیم میگیرن آنها میگن که باید از کدام ولایت کی باشه و از کدام دانشگاه باشه. مشنوید این مورد شما. تشکر. زمانی که اول مرحله گزینش دانشجویان هست که گزینش دانشجویان در دو مرحله صورت میگیره، ابتدا یک مرحله نوشتاری هست، امتحان تحریری برگزار میشه در سطح دانشگاهی که میخواین از اون دانشگاه تیم باشه در رقابت. بعد مرحله دوم مرحله شفاهی هست که دانشجو مصاحبه می داشته باشد تا ببینن که آیا میتونه رقابت کنه، آیا استعداد گفتاری داره نداره، آیا استعداد مهارت های داره که دفاع کنه و در محکمه در حضور قاضی. بعد در مرحله خود مرحله شفاهی و اهل شفاهی قاضی ها کسایی هستند که خود از اینها تجربه دارند در سطح ملی در چنین محاکم و همچنان در سطح بین المللی، چون این محاکم هم سطح ملی داره هم سطح بین المللی. خوشبختانه محکمه تمثیلی حقوق بشر رقابت هایش توسط کسایی قضاوت می شد که اینها تجربه کافی داشتند و از متبهرین در حوزه حقوق بودند. بسیار خوب، یعنی این دیگه بعد خواست خودت نیست باید با کی رقابت داشته باشه. پس این پرسش که شبانه جان پرسید بر نمیخورد به شما، به کسانی که همیشه انتخاب میکنن به اونها برمیخورد. ممنون از شما از یک تشریف آوردین. موفق باشید. زنده و سلامت باشید. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی رو با هم اینجا تماشا میکنیم. دوباره برمیگردیم، ما رو همراه باشید.